بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله اهله و صلات و علی اهله ها عرض سلام و ادب دارم خدمت شاگردای نازنین و دوست داشتنی و پرکار و پرتلاش صنف هشتم شاگردای عزیز در جلسه گذشته ما درس سادس یعنی درس ششم که در رابطه با دوستی بود یا صداقه بود خواندیم در اونجا خواندیم که سه حیوان که بقا بود یعنی زفده ارنب یعنی خرگوش و همچنان اصفور گنجش این سه تا با هم دوست شدن در یک مسرح خب بعد از اون شاگرده عزیز ما امروز در بخش تمرینات رسیدیم میخوایم تمرینات برای شما تذکر بدم خب شما دقت داشته باشین شاگرده عزیز التدرب الاول تمرین اول <تصفح> عجب عما یعتی میگه جواب بدهید عما یعتی از سوال های زیل کیف کانت المزرعه کیف از چگونگی سوال میکنه شاگرد یعنی مزرعه چگونه بود مزرعه ای که خرگوش و گنجشک و بقه با هم زندگی میکردن او چی صفت داشت ما شما گفتیم که کانت المزرعه واسعه مزرعه بسیار بزرگ بود من هم الاسدقاء الثلاثه خب چه کسانی بودن او سه تا دوست سه تا دوست چه کسا بودن خب بقه بود شاگرد عزیز خرگوش بود و همچنان گنجش یا اسفور بما تمتاز الاسفور امتیازات و ویژگی های گنجش چی بود خب ما در متن خواندیم که لطیف الحركه بود یعنی بسیار زیبا حرکت میکرد و همچنان تو تیر فل هوا در هوا پرواز میکرد میگه به ما تمتاز و زفتعه بقی چی امتیازات داشت خب ما در متن خواندیم که تعرفین مواطن المیا این جاها و مکانهای آب را میشناخت پنجم میگه ما صفات الارنب صفات و ویژگی های خرگوش چه بود خب دو صفت داشت و یکی جمیله یعنی زیبا بود و یکی هم شاگرده عزیز ماهرتون فی شؤون البیت مهارت داشت در کارهای خانه این بود تمرین اول تمرین دوم شاگرد عزیز میگن زع کل کلمه من الكلمات الاتیه فی مکانه المناسب میگه زع یعنی بگذارید هر کلمه از کلمات زل را این کلمات را میگه در مکان مناسب در جایگاه مناسبش ما اول کلمات را برای شما معنا میکنم شاگرد عزیز بعد از خب هر کدام در جایگاهش انت زمیر مخاطبی مؤنث یعنی تو لطیف زیبا لست و نیستم من نقیق نقیق یعنی صدای بقه سوال سوال تصافح به معنای دست دادن حالا با توجه به این کلمات معنایش رو شما فهمیدید خب میخوایم که این خانه خالی ها رو پر کنیم یا ارنب انت کلمه انت میاد جمیلتون و هادیه خب کلمه انت اینجا میاد میگه خرگوش شما هم زیبا هستین و هم هادی هستین دوم انت یا اصفور لطیف الحرکه گنجش که میگه تو خیلی زیبا حرکت میکنی و تتیر و تتیرو و در هوا هم پرواز میکنی این کلمه لطیف اینجا میاد سوم میگه انا لست و جمیله کلمه لستو در اینجا میاد یعنی من نیستم زیبا که بیان حالی بقا بودن چهارم میگه ولکن نقیق که کلمه نقیق اینجا میه. میگه میگه لاکن نقیق یعنی صدای چی همه بقه جمیل است و تعریفین مواطن المیا و میشناسد جای جایگاه آب را پنجم شاگرد های چیز میگه اوه اندی خب کلمه سوال میگه که گنجش گفتن که بله در نزد ما یک سوال هست ششم میگه که تصافحه کلمه میاد میگه تصافحل الجمع و فرح به مصافحه یعنی دست دادن میگه میگه با هم این سه تا دوست دست دادن یعنی مصافحه کردن و فرحو به صداقت و خوشحال شدن هم به صداقت و صداقت و دوستی خودش اتدر با سالس تمرین سوم شاگرد زیست میگن استعمل کلمات الاتیه فی جمل مفیده ای سه تا کلمه را میگه ای کلمه مواتین یحبو تعریفینه را استعمال کنه در کلمات استعمال کنید در جمله مفید در جملات که مفید معنا باشه مثلا مواتین جمع وطن هست جایگاه هستن مثلا اما جمله که درباره بقه بودن میگیم که انت انت تعرفین یا انت تعرفین مواطن المیاه مواطن تو جایگاه آب را میشناسید یو به معنای دوست داشتن تعرفین هم به معنای شناختن هست اینا را هم شاگرد از شما در جمله استعمال کنید رسیدیم به تدریب رابع یعنی تمرین چهارم شاگرد عزیز میگه اقرا الجمل الاتیه المبتدا والخبر بخوانید میگه جملات زیر را بین قوس مبتدا و خبر خب مبتدا و خبر چیه شاگرد عزیز شما ببینید هر کلمات ترکیب یا هر ترکیب یا هر کلمات ترکیبی از دو جمله یا از دو کلمه تشکیل میشه که این دو کلمه را مسند میگه مسندون الی مسند و مسندون الی و همچنان در زبان و ادبیات عربی مبتدا و خبر میگه اگر جملات جملات اسمیه باشن و اگر جملات جمله فعلیه باشن که امو فعل و فاعل و بقیه متعلقاتش هستن و در زبان فارسی هم خیلی معروف است که این دو تا ترکیب رو شاگردای چی میگن نهاد و گزاره نهاد و گذاره خب اما مسند و مسند الی یا مبتدا و خبر یا فعل و فاعلی هستن که در زبان و ادبیات عربی ازش بحث میکنه خب المزرعه واسعه مزرعه واسعه هست مزرعه مبتدا واسع خبر الاسفر لطیف گنجش زیباست اسفر مبتدا لطیف خبرش الارنب جمیله ارنب مبتدا جمیله خبرش یعنی خرگوش زیباست الفكره تو جیده یعنی فکر عالی فکر جید یعنی فکر بسیار خوب و فکر قشنگ و ایره میگن فکره مبتدا جیدم خبرش شده است یعنی بود تمرین چهارم که در رابطه با نهاد و گزاره یا مبتدا و خبر بود رسیدیم به تمرین خامس تمرین پنجم شاگردای عزیز میگن که ز اسما مناسبا فی فراغات الاتیه میگه بگذار یک اسم مناسب را فی فراغات الاتیه در خانه های خالی در این خانه های خالی خب این ردیف شاگرده است که اینجا آمده ردیف صفت است شما برای صفت یک موصوف یا یک اسم اضافه کنید مثلا الکتاب جدید کتاب جدید هست یا مثلا فرض کو الرجال و طویل یعنی این مرد خیلی دراز هست یا ما بگیم الرجال و کبیر یعنی مثلا این مرد بسیار بزرگ هست یا میگم الطفل و صغیر یا الولد و سغیر یعنی بچه بسیار کوچیک هست خب این بود تمرین خامس تمرین پنجم به می سادگی حل شد شاگردای خوب رسیدیم به تمرین است تمرین ششم تمرین ششم میگه اکمل کما فی سال کامل کو این جدول را فیلم مثال مثل مثال کما فیلم سال مثل مثال این ردیف ردیفی هستند که اسم فائل همه ازنا ماهرون کاتبون جالسون دارسون سامعون اینا همه اسم فائل هم. ماهر مثل ما... کسی که مهارت داره کاتب یعنی کسی که نویسنده است جالس کسی که نشسته است دارس کسی که درس است سامع کسی که شنونده هستند خب اینا ماهران تثنیه میشه شاگرد یعنی دو تا مهارت دو تا مردی که مهارت داره ماهرون جمعش میشه یعنی جمع مردانی که مهارت دارن البته جمع مذکر اینی سه بعدیش باز مربوط چی میشه شاگرد مربوط مؤنث میشه ماهره مفرد مؤنث ماهرتان تسنیه مؤنث ماهرات جمع مؤنث یعنی ماهره یعنی او خانم مهارت دارن ماهرات دو تا خانم مهارت دارن ماهرتانه دو تا خانم مهارت دارن ماهرات هم جمع خانما مهارت دارن کاتب کاتبان کاتبون کاتبه کاتبتان کاتبات بقیه مثال را مثل مثال شاگرد بقیه مطالب را مثل مثال شاگردای خودتان کار کنید خب رسیدیم در تدریب و ثابت تمرین هفتم شاگرده عزیز در تمرین هفتم میگن اقرا الجمل الاتیه بخوانید جملات زیل را و اکتب سلاس جمل مثلها ها و این جملات را این جمله را میگه بخوان این یک جمله ای دو جمله یک مثال هست و مثل این دو جمله اکتب سلاس جمل مثلها سه جمله دیگر به این منوال جمله شما جمله سازی داشته باشید مثلا گفته انا لست جمیله من زیبا نیستم انا لست و لطیفه یعنی من لطیف و بازم لطیفم به معنی زیباست یعنی من لطیف نیستم زیبا نیستم شما اینجا بگین مثلا فرض کن انا لست و کبیره من بزرگ نیستم انا لست و مثلا فرض کن من مثلا کوچیک نیستم مثلا به همین منوال شاگرده از شما کلماتی هستند که منفی میکنه این کلمات را خودتان کار کنید امیدوارم که از این تمرینات استفاده شایان برده باشید تا درس بعدی و جلسه بعدی شما را به خدای بزرگ میسپاریم موفق و معید باشید